گفتگوی باب مکرو با امچا مسعود در کابل 3 جولای 1996. تقریبا 4 سال در افغانستان زندگی کردم. اول در 1976 و بار دوم از 1993 تا پایان 1996. پس از شرح جزئیات کتابی که با عنوان کهسار پندارهای ما افغانستان روی دست داشتم، از فرمانده امچا مسعود خواستم به برخی پرسش ها جواب دهد تا در نوشتن کتاب با من کمک کند. بریده های از این گفتگو را در اینجا تقدیم می دارم. پرسش: آگاهی در مورد استفاده از کوه ها من حیث پایگاه جنگی در برابر شوروی ها را از کجا گرفتید؟ مسعود: قیام ناکام 1973 علیه داوود خان مرا در شناخت کوههای کنر و لغمان یاری رساند. وقتی پنجشیر را ترک گفتم 20 سال داشتم و در هنگام آن شورش ناکام 24 ساله بودم. از سپری کردن روزگار نوجوانی با کوهنوردی در پنجشیر تجربه زیاد حاصل کردم. پرسش: بارها در زمستان از شیب دره‌ها گذر داشتید. آیا گواهی مرگ قربانیان سرما و برفکوچ و غیره بودید؟ مسعود: مردمان زیاد را می دیدم که از سرما، خستگی و لغزش برفکوچ می مردن. یخبردگی یعنی فاسد شدن اعضای یخزده بدن فراوان بود. پرسش: از کوها من حیث وسیله جنگ کار می گرفتید یا به مثابه دوست یا چیز دیگر؟ مسعود: کوها بهترین پایگاه برای نبرد هستند. هم سنگر و هم پناهگاه. بهترین زمینه ان برای جنگ های چریکی. پرسش: در جریان سفرها در کوهساران متوجه شدم که بسیاری از مردمان خواندن و نوشتن نمی دانند و متن قرآن را کم می فهمند یا کمتر در حافظه دارند، ولی می توانند ساعتها یا روزها از یاد شعر بخوانند. البته اشعار شاعران فارسی زبان که آشکارا از تصوف الهام گرفته بودند. درست می گویم؟ مسعود: اینجا با کشف خاص نایل آمده اید. شاید درست می گویید. پرسش: در بسیاری فرهنگ ها مردم کوها را نیایش می کنند. مانند جشن سالانه نوروز در مزار که با پاکیزگی برف باور دارند. با دیدن کوها چی حس در شما پیدا می شود؟ مسعود: کوهسار برای من یادآور گذشته است. وقتی کوها را میبینم عشق در دلم موج میزند. وقتی در کابل هستم گویی محاصره شده باشم. احساس خستگی میکنم. وقتی چشمم به هندوکش میافتد افق جدیدی برایم باز میشود. پرسش: اگر بخواهید جایی در یک گوشه افغانستان را برای زیستن برگزینید، کجا خواهد بود؟ مسعود: پنجشیر. پرسش: وقتی امچا درانی در دیلی میزیست، شعر دلانگیز در فراق کوههای افغانستان سرود. شاید منظور این دو مصرع است: دیلی تخت هیروما، چرا یا چیز ما دشکل پشتونخوا دغرو سرونه. تخت دیلی را فراموش میکنم هنگامی که چکات های پشتونخوای زیبا را به یاد میآورم. آیا دل شما در جریان سفر برای کوها تنگ میشود؟
مسعود: آره. احساس امانند آنچه احمد شادرانی سروده بود می داشته باشم. پرسش: در زبان لاتین گفته هست می گویند کوهنوردها همواره آزاد هستند. این گفته شاید در افغانستان عیناً صدق کند؟ مسعود: آن گفته لاتین خوشم آمد. در فارسی سخن داریم: اگر در شهر میان افغانها جنگ شود، کمزور کشته می شود. آن که با کوه می رود گرفتار نمی شود. یکی از نگهبانانم به نام معراج مرد سرسخت از دامان کوهسار بود. در جریان حمله بزرگ نظامی دشمن در تخار جان سپرد. سیندی گال مرگش را فیلم گرفت و نامش را گذاشت اندوی یک ملت. معراج از پنشیر پیاده از کوتل می گذشت، به نجراب می رفت، بوجی دستیره گندم را بر پشت می گذاشت و دوباره از خم و پیچ گوها گذشته پشتواره گندم را به خانه می آورد. سفرش بیشتر از 20 ساعت را در بر می گرفت، ولی او هرگز در نیمه ای را نمی نشست تا دم تازه کند. باورم نمی شود که کوهنوردان مسلکی بتوانند مانند ما کوهگردی کنند، چون تجربه بهتر داریم. کوهنوردان افغان غالبا نیمه شب بر می خیزند و کوها را زیر پا می گذارند. پرسش: آنچه شاعران فارسی و پشتو در اشعارشان مشترک دارند بیان عشق شدید با کوهاست، موافق هستید؟ مسعود: آره. دوست داشتن کوها در دل همه افغانها صرف نظر از تعلقات قومیشان نهفته است. پرسش: در جریان نگارش کتاب دریافتم که افغانستان سه کوهمرد بزرگ داشته است: سکندر کبیر، بابر و شما. نظرتان چیست؟ مسعود: آنها کوها را از نزدیک می شناختند. بابرنامه را خوانده ام و با شما موافقم که او با کوها آشنایی خوب داشت. یکی از عوامل بزرگ برای یک رهبر چگونگی استفاده از کوها هست، هم من حیث سنگر و هم به حیث پناهگاه. در جریان جنگ با شوروی ها نیاز داشتیم تا هندوکش از قله های پامیر تا کوههای بابا و سراسر سلسله کوههای شمال و جنوب آن را تسخیر کنیم. کوهساران به درد ما می خورند. باید آنها را خوب می شناختیم. پیش از رفتن تان می خواهم سپاسگزاری کنم. اداره صلیب سرخ به رهبری شما خدمات بزرگی به مردم افغانستان انجام داده است. وقتی سازمان ملل در جنگ‌های کابل دفاترش را در کابل بست، صلیب سرخ پایید و کار کرد. به ملل متحد می‌گویم باید مانند صلیب سرخ اینجا می‌ماندید. متحدین ما وقتی با شوروی می جنگیدیم افغانستان را می ستودند، ولی همان کشورها اکنون درباره ما تبلیغات منفی پخش می کنند. تشکر برای نوشتن کتابتان درباره افغانستان. صمیمانه خواهش می کنم آن را به فارسی ترجمه کنید.